در آن پاینده ایران یه فایل صوتی از عبدالله محتدی در اومد در مورد آقای رضا پهلوی آدم میمونه چی بگه دیگه یعنی جلسات گستردهی که رضا پهلوی تو سالهای گذشته با تجزیه طلبان داشت و من اینا رو افشاگری کردم افشاگری کردم خیلی فوش خوردم از آقایون حوادار رضا پهلوی نمیدونم الان معذرت خواهی میخواید بکنید نکنید چون من تو دو مسئله خیلی فوش خوردم یکی جلسات سه تا مسئله یکی روابط رضا پهلوی با استخبارات عربستان بود یکی روابط بسیار نزدیکش با تجزیه طلبان بود یکی هم سفر ایشون به در حقیقت عربستان در ریاض که پولا رو بگیرن بعد برگشتنی برای دل خودشون بلند شده بودن با مادر گرامی رفته بودن زیارت مکه بعد من اینا رو سال 2016 بودم مطرح کردم که نتیجه هم شد اون بیانیه یه تاریخی آخرین هشدار خیلی به من توهین کردن بعد همش با گذر زمان بعد از 4 5 سال ثابت شد فیلم آقای رضا پهلوی و مادرشون که گوشیشون هک شد منتشر شد که تو مکه هستن و این فیلم منتشر شد که حضور هم فرح پهلوی و هم رضا پهلوی یا بهتر بگیم فرح دیبا و رضا دیبا منتشر شد ولی یه بخشی از هوادان رضا پهلوی سرش اومدن خدایی معذرت خواهی کردن چون بالاخره اینا به صورت فطری وطن فروش که نیستن. یه خود بچه هستن که تحت تاثیر اعتی گل گول گل یا میتونیم بگیم مواد مخدر رضا پهلوی گرفتار شدن یه این معتاد شدن اینا یعنی یه جماعتی هستند که متاسفانه بدون خرد دنبال رضا پهلوی در مورد ارتباطش با عربستان و اینا هم حالا به شکل دیگه تو همین رفتنشون به عربستان همزمان با این فیلمی که در اومد خب اونم اثبات شد الان هم ارتباطش با عبدالله محتدی اینا که حالا علنی دیگه مطرح شد یعنی قبل از این سر داستان منشور محسا شما دیدید که اینا دم شدن اما الان داره ابعاد بیشتری پیدا میشه اول ببینیم صدایی که از جلسه خصوصی عبدالله محتدی لو رفته چه چیزی رو به ما داره میگه میگه دو سه سال پیش توی فرصتی فهمیدم نمیدونم ده جلسه یا 15 جلسه بود بذارید اجازه بدید دو سه سال دو پیش لفرسته یک من نزن ده جلسه پازه جلسه رهبرانی حزب دموکرات و شخصی که حسن شرفی که جیگری که مصطفی هجری بود مرتبا مشغولی تشکیل جلسه سبون لگل آقای رزا پهلوی لآخر لحظه دا یک خب میگه که در 15 جلسه بود که دو سال پیش فهمیدم که رهبران حزب دموکرات و شخص حسن شرفی که جانشین کاک مصطفی هجری بود و مرتبا مشغول تشکیل جلسه با رضا پهلوی بودن که در آخرین لحظه یکی از تیم رضا پهلوی تیم که رضا پهلوی بودی او بود یعنی گفت شما چرا نیستید گفتم به ما خبر،که خبر که, ما خبر نداشتیم اصلا به ما نگفته بودند. شاید در نمید حتی خبری اند نده بود یک جلسه اخری من بشداری من که میگه تو جلسه آخر شرکت کردم ولی به هر دلیلی که بود به هم خورد به هر دلیلی که بود حتی لم ده <تصفح> میگه حتی در این اواقع کسی که ملاقات که حالا اینجا داره زیرا به این آقای خالد عزیزی یا حسن شرفی رو اینا رو میزنه چون بگم این این چرا این صحبت رو, رو میکنه برای که حزب دموکرات اینو محکوم کردن رفتی طرف رضا پهلوی رضا باز شدی یا اینا میگه با پدر سوخته شما که جلساتتون با رضا پهلوی انقدر بود که ما اصلا خودمون خبر نداشتیم میگه حتی در این انواقع یکی که ملاقات کاک خالد عزیزی در روز که عزیزی رو سه ماه پیش با رضا پهلوی ترتیب داده بود رو دیدم گفت چرا گفتم چرا این کار کردی میگه حالا اون کسی که ارتباط بین خالد عزیزی حزب دموکراتو با رضا پهلوی رو ایجاد کرده ازش پرسیده که چرا این اقدامو کردی گوش کنیم او کسی که ملاقاتی کرد حالا اینجا مهم نیست البته اگر روزا پهلی می پیش او کسی که ترتیبی ملاقاتی که خالیدی عزیزی لگر روزا پهلی می من نمکن بو عزیزی خود همینجا خب تو دعوای درون حزبی اون یاران بهش گفت من نکردم خود عزیزی از من خواست که با رضا پهلوی جلسه رو جور کنم ببینید این بخش دومش که تو دعوای درون به حال جریان پان که سگ میزنه گربه میرقصه دیگه دعواها از بین حزب دموکرات و حزب کومله رسیده در درون حزب ما دیدیم در خود کومله اصل اما اون بخشش که به ما و رضا پهلوی مربوطه به چون داره یدک میکشه به عنوان یکی از چهره ها و رهبران ملی این آدم ناملیست لیست و ما این قضیه رو قبلا گفتیم توی بیانیه آخرین هشدار توضیح دادیم چرا داریم بهت هشدار میدیم چهار تا اصول ملی ایران و رضا پهلوی زیر پا گذاشت و ما در اون آخرین هشدار اشاره کردیم که شما تمامیت ارزی یک پارچگی ملی یعنی یگانگی ملی عدم بخش ناپذیری حاکمیت ملی و استقلال سیاسی ایران که چهار تا از اصول ملی ما ایرانیان هست و شما نقض کردید و ما برای اینکه نقص کردی رو هوا نگفتیم اومدیم گفتیم بر اساس این فکت ها این اعمال و این مصاحبه ها این هم لینکش یعنی ما تو اون بیانیه آخرین هشدار لینک ها هم دادیم بر اساس اینا شما نقص کردی قربونت برم بر همین اون بیانیه آخرین هشدار در فضای اپوزیسیون ایران یعنی رضا پهلوی رو شما تقسیم بر دو کنید دیگه قبل از بیانیه و بعد از بیانیه بعد از بیانیه رضا دیگه اون رضا پهلوی همیشگی نشد بعد از سال 2016 و این کنار این مسائل بزنیم حالا یه بحثی میتونه مطرح بشه که آقا چه اشکال داره رضا پهلوی رفته با این تجزیه طلبو صحبت کرده که اینا به سمت تجزیه نرن بتونیم با اینا بالاخره کنار بیایم و بالاخره اینا وجود دارن ما چه دلمون بخواد چه دلمون نخواد حزب دموکرات و کموله وجود دارن اسلحه دارن میخواد که با اینا کنار بیاد که کشور رو بتونیم حفظ کنیم یعنی این یه حرفیه که متاسفانه از روی عدم شناخت و عدم دیدن مسائل سیاسی سی که پابلیکم شده بخشی از کسانی که دل در گروه به رضا پهلوی دارن بارها گفتن در حالی که توجه نمی‌کنن که آقا اگه شما رفتی این تجزیه طلبان و غیره رو باشون با مثلا چیز کنی یه خورده آرومشون کنی بیاری این سن وقتی که باشون با سند امضا میکنی تو این سنده بعد نشانه هاش باشه دیگه نه اینکه ادبیات تو هم تحت تاثیر تجزیه طلبان قرار بگیره ببین شما میری اون تجزیه طلبه رو بیاری این سمت تو چرا دیگه ادبیات تجزیه طلبی شده تا جایی که ما سال 2016 مجبور شدیم بیانیه آخرین هشدار بدیم تو چرا به مانند تجزیه طلبان اگه رفتی اونا رو آقای رضا پهلوی بکشونی کسانی که ابتدا به ساکن سربازان پدر خودتو کشتن سربازان شاهنشاهی رو قتل عام کردن اونایی که در زمانی که پدر بزرگ از ایران اخراج کردن تازه پدرت اومد شاه شد فرصت و قنیمت شمردن و کردستان و آذربایجان رو جدا کردن آقای قاضی محمد این کار کرد حالا اومدی با اینا میخوای مثلا اینا رو بیاری بدون خونریزی ما باهاشون با یک اعتلافی برسیم به یک پولاریسم برسیم اوکی تو چرا ادبیات اونا رو استفاده اونا نمیان بگن شیر و خورشید و تمامیت ارزی و ما یک ملتیم تو چرا یک دفعه ما میبینیم یعنی اگه یک زمانی بیانیه‌ای با عبدالله محتدی امضا میشه تو اون بیانیه داره میگه آقا ما ملت یک پارچه ایران هستیم تمامیت ارزمون اینه پرچم اون شیر خورشید عبدالله محتدی امضا کرده اینجا من امید دارنا باید بگم چه شاه کاری کرد رضا پهلوی آقا این بلند شده رفته اصلا غلط میکنه کسی به رضا پهلوی بگه چرا تو رفتی با تجزیه طلبو نشستی نتیجه و خروجی نشست رضا پهلوی با تجزیه طلبه بیانیه ای شده در راستای منافع ملی ما آقا این که رفته با اون تجزیه طلبه به یک ائتلافی رسیده که دیگه نیاز نیست بعد از اینکه ما کشور رو بگیریم این حضرت تجزیه طلب رو بخوایم به صورت فیزیکی و مسلحانه حذفشون بکنیم به جای حذف کردن اینا رو همراه کرده آقا یه دست بزنید برای رضا پهلوی آفرین و تشویقش بکنیم یعنی قربتون برم ایشون هر سری با این گروه های تجزیه طلب که از سال 2005 شروع شد شما تاریخچه این شخصیت رو نمیدونی از 2005 شروع شد و داریوش همایون نفر اولی بود که جلوش وایسد و با مقالات خیلی مهمی هم داریوش همایون بزرگ در این حوزه نوشت ایشون از سال 2005 تا به همین الان که 2023 تمام هش را نشراش با تجزیه طلبان خروجیش ادبیات تجزیه طلبی بوده ادبیات فدرالیسم بوده ادبیات این که ما مثلا یک میل هفت و دو ملت هستیم ما در حقیقت ملت های کسی رو ملل هستیم در یک جغرافی های سیاسی هستش همه ادبیاتش حکومت غیر متمرکزه خب اینا رو شما باید بذارید کنار هم دیگه یعنی حالا یه بخش دیگه امروز دارم در مورد این که حتی خانومشون هم ایران نمیتونه بخونه و من شرط میمندم خود رضا پهلوی هم ایران یادش رفته ولی سرود ملی آمریکا رو بهش بگی خوب بلده یعنی من میخوام بگم جریان ملی و خودش نجات بده ما دشمن ایشون که آقای رضا پهلوی که دشمن خونی که نیستیم نه تنها نیستیم ماها عاشق رضاش ما میگیم آقا یک نفر تو تاریخ معاصر ایران کار درست کرده اون رضا شاه ما باید بریم به سمت پهلوی که رضا شاه اومده نمایندگی کرده بنده خودم یک پهلوی <تصفيق> <تصفيق> مکتب پهلویسمو حالا یه جایی باش مشکل دارم ولی نزدیکم نمیتونم بگم 100 درصد پهلویسم دو آتیش هم چون بنده سوپر هم مکتب پهلویسمم یه سری ایراداتی وجود داره ولی بسیار نزدیکم با مکتب پهلویسم و بسیار نزدیکم با منش رضا شاه با به خاطر شرایط سیاسی که داریم بابت شرایط میدانی بنده بسیار نزدیکم به مواضع رضا شا. درگیری با رضا پهلوی اینه که آقا جان تو همصدا با تجزیه ترمو با اینا نشستی دعواهاتم بر سر هیچ وقت اصول ملی نبوده بر سر مسائل عقیده نبوده بر سر تقسیم قنائم بوده حالا در این دنیای اسلام بر سر تقسیم قنایم دعوا دارن شماها بر سر تقسیم فاند بوده دهن مروا نکنید یعنی اینکه همین آخرش هم که درگیر شدن با حامد اسماعیل و مسیح نجات درگیری بابت این بود که دعوه های شخصیشون شروع شد میخواست دو نفر ببره اونجا نشد مسیح نجات توهین کرد حامد اسماعیل هم گیر داد که کارگروه بزنیم ایشون قرار کرد دعوا بر سر محتوای منشور محسا نبوده که منشوری که سرتا تا سر تجزیه است دعواش هم اینجا با آقای خالد و اینا که حالا به هم خورد بر سر همین تقسیم هاست نه بر سر مسائل عقیدتی ببینید ما این آدم رو یه عمر داریم دنبال میکنیم کار کردیم حالا بعد وقت بسی یه چیزایی میگن هم خر از نردبان تونست راه بره قشن از نردمون بره بالا رضا پهلوی هم براتون رهبر درست حسابی میشه قربتون برم شب و روزگار خوش این حرف منو یادتون باشه مثال آخرم هم چون به همه تعمی الان ثابت شده ولی اونایی که دیگه خیلی خوش و خیلی میخوان خودشونو به خریت بزنن بالاخره دیگه این مرز داره دیگه خریت بالاخره یه جا ایستایی داره دیگه من یک بینم تو کجا شما میخواهید مرزهای خریت رو در دفاع از رضا پهلوی بپیمایید به خودتون مربوطه ولی اینا واقعیت هست اینا سنده من با فکت صحبت میکنم نیمونم چرا دشمنان ما از جریان مذهبی به مانند خزلی بگی که میره به سمت شعار و شعر تا حوادان رضا پهلوی هم همون شعار و شعرها رو به شکل دیگر غیر اسلامیش میکنن تو پاچه ما شعار و شعر, شعر, شعار, شعر شعار شعر است. حالا میخواد این شعار و شعر در راستای ادبیات اسلامی باشه یا در راستای حجویاتی که جریان فرقه آقای رضا پهلوی میگه شعار و شعر تحویل من ندید من فکت دارم تحویلتون میدم لعنتی ها عاشقتونم پاینده اینان بدرود